پیادت بکنن. بیمه نداشتی تمام زندگیت رفته هوا. قوانین رو بهش احترام بذارید. لا ببینید چه قوانینی به اون ایونتی که میخواییم انجام بدین مربوط میشه. همه اون قوانین رو به طور جدی باید تو چکلیستتون باشه که دنبال کردین. اون دفعه چند تا مسئله رو با هم دنبال کردیم. مثلا باید برید از فرض کن تو ایران از اماکن برای فلان جا مجوز بگیرید، یا مثلا برای برگزاری فلان کار مثلا باید مجوز از سازمان تجارت داشته باشید. اینا رو همه رو به طور جزو چکلیست اصلیتونه، جزو چکلیست اولیتونه، چون بدون اونا که چیکار اصلا شما مرحله بعدی نمیتونی بری، اصلا به جای بعدی نمیرسی. مثلا میشه جزو کارهای اولیه که باید بکنی. کانترکتاتون رو به طور جدی با ساپلایرها با که میخوان کار کنین، به هر حال اونا بسیارشون قرارداد خودشون رو دارن، با اعضای تیم خودتون یا یه سری جایی که خودتون باید قرارداد بانید، قراردادتون رو وکیل تنظیم کرده باشه مرتب منظم که جایی از کار نلنگه. خیلی از این قراردادا رو یک بار که وکیل تنظیم کنه میتونید همیشه در جای دیگه هم استفادهش کنید، مشکلی در استفاده مجدد ندارید. مسئله بعدی که دارین حسابداری. تو این کار مثل هر بیزینس دیگه حسابدار مهمه. حسابداریتون درستایی باشه، یعنی شما وقتی یه باجتی رو تنظیم کردی برای این کار، گفتی من این بودجمه، این بودجه و بر اساس اون چکلیست و اون تایتل کاری که باید هزینه بکنی محاسبه کردی و رسیدی بهش، اونو باید بتونی به همون نسبت در سیستم حسابداریت مرتب داشته باشی، یا حسابدار داشته باشین یا دونه سافر حسابداری داشته باشین، در نهایت که سیستم مالیتون از هم نریزه به هم، بدونی داری پول کجا خرج میکنی، چجوری خرج میکنی، وگه نه آخرش نه تنها سود نمی کنی بلکه تو این کار ریسک بسیار بالاست. تو ایونت ریسک بسیار بالاست، یعنی باور نکردنی. شما ممکنه هر آنچه که داری نداری در یک ایونت به طور کامل از بین بره و اصلا کلن از این بیزینس و از بیزینس بری بیرون، مجبوری بری کارمند بقیه بشی. بنابراین حسابداری رو هم جدی میگیریم. نکته دیگری که صحبت میکردیم درباره ساپلایرها بود. ساپلایرها گفتیم بسیار اهمیت دارن، کسایی هستن که تمام میان این کار رو انجام میدن. ما به عنوان یه دونه ایونت منیجر، ایونت منیجمنت کمپانی، در این حالی که ممکنه فقط خودمون تنها باشیم، به عنوان تنها کسی که کارمند مجموعه است در این حال، یا حالا ممکنه چند نفر باشیم، در این حال شرکتی هستیم که صدها کارمند غیر مستقر داریم. تمام این ساپلایرها کارمندای ما هستن. ما زمانی که یه دونه ایونت داریم بزرگ انجام میدیم، یه جورایی انگار 500 کارمند داره برامون کار میکنه، به خاطر اینکه ساپلایرها کارمند شما میشن، وظیفه‌شون میشه شما میشی کارفرماشون و دارن میان کارهای مربوط به چیزی که شما میخواین براتون انجام بدن. ساپلایرها رو توی لیست و چک لیستاتون دسته‌بندی میکنید که در چه زمانی چه جوری باید بیان و چه جوری باهاشون معامله کنید، که اونو در بحث‌های بعدی جای دیگه درباره صحبت کردیم، بهش میرسیم، حرفش میزنیم. کیترینگ غذا یکی از ساپلایرها بسیار مهمه در اکثریت کارهایی که انجام میشه. حالا بعضی کارها اینقدر توش کیترینگ اهمیت نداره، ولی کیترینگ انتخابیتون باید با اون فضای ایونتتون بخونه. من یه مثالی رو فکر کنم دفعه پیش شما گفتم، کیترینگ که داره به توی دونه ترید شو سرویس میده فرق میکنه با کیترینگ که داره توی گالا دینر سرویس میده. اصلا ممکن تا بال در زندگیش نکرده باشه. در مورد کیترینگ اصلا و ابدا نه ریسک میشه کرد مثل هر چیز دیگه‌ای در ایونت، ولی غذای چیزی است که شما اگر اون فرد اون کار مشخص رو تا بال نکرده باشه، ممکنه کل زحمات شما در همه کارهای دیگه که دارید میکنید در اون پروژه به باد بده. کیترینگ باید از کسی باشه که اون تیپ کار، هر ساپلایری عملا بعد اون کارهایی که شما دارید میخواید بکنید و آشنا باشه. چه بهتر که حتی تو اون ونیوی که دارید وارد میشید اون ساپلایر قبلا اونجا قبلا کار کرده باشه. چه بهتر، مثلا فرض کنید میخواید برید تو مرکز نمایشگاهی کار کنید، خب برقکاری کار کنید که اونجا کار کرده، یه عالمه از نظر مالی به نفع شما میشه. خودش ممکنه مثلا میگم ساعتی 1000 تومان گرونتر میگیره، ولی عوضش صدها هزار تومان به نفع شما میشه که فقط اون آدم دیگه نگرید و بینید آقا باکس های برق اونجا کجاست، از کجا بیاد این رو برداره. بنابراین سعی کنید ساپلایراتون کسایی باشن که اون جایی که دارید میرید، تو اون ونیوی که دارید میرید کار بکنید، تو اون ونیو اینا قبلا کار کرده باشن، تو اون محل برگزاری قبلا کار کرده باشن. به قول جعفر گودرزی میگه حتی از روابطش هم میشه استفاده کرد. وارث میگه اون آدمی که اونجا قبلا ساپلایر بوده، یه عالمه ممکنه با اون فضا رابطه هم داشته باشه، روابط و ارتباطاتی هم داشته باشه، کار راحت تر جلو بره. قضا هم که دیگه در رأس این داستان باید حتما کسی باشه که این داستانو سر در بیاره و بدونه داره چیکار میکنه. گفتیم هر کاری میکنیم داکیومنت ازش درست میکنیم، مدرک درست میکنیم. ایونتی رو انجام ندیم که نت ازش مدرک درست نکرده باشین. الان با توجه به این همه ساده شدن کار، شما
به راحتی موبایلای الان دیگه با کوالیتی بسیار بالا دارن تصویر ضبط میکنن فیلم ها، حداقلش این است که با موبایلتون کلی تصویر ضبط بکنید و ازش استفاده کنید. کاری که الان خیلی مهمه به طور جدی تو این کارهاتون در نظر بگیرین این است که بسته به ایونت براش هزینه کنید. اگر یه ایونتی لازم داره خب امکانات خیلی خوب فیلمبردار رو اینها استخدام بکنید و براتون انجام بده. اگر که حالا براتون مصرفی کردن براتون میگن، اگر در حد فقط مصرف خودتون، حالا اگرم زیاد هزینه نکردید نگارش دارید خوبه. ببین یکی از چیزایی که ما ایونت رو داش مدرک سازی می‌کنیم برای این است که به عنوان ایونت منیجمنت کمپانی به عنوان رزومه خودمون داریم میریم با یکی دیگه صحبت کنیم، میگه آقا چیکار کردی تا حالا؟ اینکه من چارت کاتالوگ نشون بدم یا چارت لیست بکنم بگم اینه کجا، و اینکه بگم تو وبسایت ما نگاه کنید این عکس و فیلم‌های مثلا کارهایی است که ما کردیم، نگاه می‌کنه او مثلا شما صدها کار مختلف رو تا به حال انجام دادی یا ده ها کار مختلف انجام دادی، خیلی جدی‌تر شما رو میگیرن تا اینکه شما بیای فقط یه کار رو نمایش بدی به عنوان یه کار خیلی معمولی و کوچولو و خدمت تو عرض شود که چه میدونم یه تیتروار بگی من این کارا رو کردم، باور که نمیدونی چقدر داری باورت میکنه، ولی با این داکیومنتیشن فیلم و عکس شما میتونید باور رو ایجاد کنید. پس یکی از مصارفش مال پرزنت کردنتونه. مصرف دومش مال این است که شما اصلا دارید این ایونت رو برای کسی انجام میدید، برای یه نفر شما رو استخدام کرده برایش ایونتتون انجام بدید، اون ایونت رو برایش انجام بدید. اینا مدارک این است که شما چقدر این کار انجام دادید، از چادرهایی که کار کردین، از دکورا، از همه چی، این عکس ها فیلم ها رو میگیرید. این بهترین ریپورت و گزارشی است که میتونید بدید تا اینکه هی بنویسید آره من براتون اینقدر این کارو کردم این کارو کردم خرج کردم، همه اونا رو خوبه، اما یه عکس و فیلم که میذارید یه ریپورت واقعی میذارید که طرف بهش میرسه که شما چی کار کردین و چجوری وارد براش این کار انجام بده. مسئله دیگه که ما صحبت کردیم با هم دیگه در مورد انتخاب، گفتیم مثلا یه دونه ایونت که میخوایم برگزار بکنیم چی رو در نظر میگیریم. یک مثلث خیلی هیجانی وجود داره برای این بیزینس، این مثلث رو همیشه دنبالتون باشه و حواستون بهش باشه. میخوایم یه ایونت درست کنیم، اول از همه نگاه میکنیم آقا این ایونت موضوعش چیه، چه محتوایی قرار داشته باشه، بر چه اساسی، آیدیاش چیه، این میشه رأس هرم. دوم زمان، سوم مکان. کمال برامون نوشته موضوع، زمان، مکان. این مثلثی که اینجا میبینین که موضوع، زمان و مکان تعیین کننده هر ایونتی تو این دنیاست. شما ایونتی رو سراغ نداری که این مثلث نباشه. حالا چرا این مثلث؟ چون مثلث خطره. اشتباه کردن تو اینجا تکلیف شما رو در همه مراحل روشن میکنه و شما یعنی اینجاست که دارید ساختار یه دونه ایونت رو تعریف میکنید. هر مدل ایونتی باشه فرق نمیکنه، شما با این سه تا مسئله باش در ارتباطی، یعنی شما بر اساس اون موضوع ایونتی که شما دارید چی رو انتخاب میکنید میای اون مکان رو انتخاب میکنید. حتی خیلی وقتا زمان انتخابیت هم به موضوع ربط داره. مثلا میگم اگر موضوع مال نوروزه خب دیگه نزدیک نوروز باشه دیگه، مثلا به عنوان مثال. یا مثلا زمانی که یه اسمش سامر فستیواله، مثلا فستیوال تابستونی، خب تو تابستون باشه، حالا کجای تابستون یه بحث دیگه است که بحث بعدیه. خیلی وقتا زمانی که میخوایم بریم یه مکان انتخاب بکنید که اصطلاحا بهش میگن ونیو، شما اون ونیو، امکانات اون ونیو رو در نظر میگیرید، ولی بر اساس چی دوباره؟ بر اساس موضوع. یعنی موضوعی که میخواین نگاه میکنید ببینید اون امکانات تو این ونیو، تو اون مکان وجود داره، بعد اون مکان انتخاب میکنید. پس مکان انتخابش بسیار مهمه، ولی با در نظر گرفتن موضوع و خیلی زمان هم زمان. مثلا فرض میکنیم به عنوان مثال میدونیم که اگر این مکانو مثلا تو جاده قمان بگیریم قابل استفاده است، ولی نه زمستون، تو تابستون خوبه، جای خیلی خوبه، یه جای خاصی درست شده بسیار برای ایونتی که شما داری فکر می‌کنی خوبه، ولی به شرطی که زمستون نباشه، زمستون دردسر رفت و آمدها و فلان حرفا، میگید تابستون مردم اونجا رو براشون راحت‌تره. بعضی وقتا می‌بینی که یعنی انتخاب مکان بر اساس زمان دارم به شما میگم. پس این سه تا مسئله همیشه به هم وصل نمیره، خب در رأسش مسلماً موضوع. پس وقتی میخوام یه ایونت رو طراحی کنیم، اول موضوعش که چی باشه، بعد زمان و مکان رو در نظر میگیریم، و تازه از اینجا که این اتفاق افتاد تمام مسائل بعدی رو که میخوایم انجام بدیم رو در نظر میگیریم، بر اساس این موضوع در نظر میگیریم. یه مسئله خیلی مهم دیگه درباره ساختار یه ایونت وجود داره بعد از این مرحله، که
شما هر ایونتی رو که درباره صحبت بخواییم بکنید سه قسمته: کارهایی که قبل از ایونت باید انجام شه، کارهایی که روز ایونت انجام میشه و کارهایی که بعد از ایونت انجام میشه. مسلماً کارهایی که قبل و روز ایونت انجام میشه مهمترین اتفاقاته، کارهای بعد از ایونت اصولاً کارهاییست که بیشتر مربوط میشه به کارهایی که انجام شده، چون به هر حال شما روز ایونت وقتی تمام شد یه جورایی دیگه همچین خلاص میشین، راحت میشید، آروم میشید. به حساب میگه بازخورد، بله بازخورد هم تو مهمه، اونا کارهایی که بعدش میکنید، جزء این کسان ببینید ایونتتون چطوری بوده، محاسبات مالی پایانی و فلان اینا همش مال بعده، ولی اصلی ترین چیزایی که به ساختار ایونت ربط داره داره تو قبلش، قبل از ایونت و روز ایونت اتفاق میفته. یعنی شما زمانی که داری یه ایونت پلان میکنی یادتون باشه دوباره تو اون تمپلیت هم خواهید دید که همه چیز رو دارید به سه قسمت در سه زمان متفاوت طراحی میکنید که به اجراش بذارید. یه دونه تودو لیست خیلی اساسی برای خودتون همیشه درست میکنید که این لیست کارهای برای انجامه، لیست کارهای برای انجام، اینجوری بهتر بگید. وقتی لیست کارهای برای انجامتون آماده کردین، اون رو دوباره میاد نگاه میکنید، یه همچین چیزی رو هم برای قبل از ایونت دارید، هم برای روز ایونت دارید، هم برای بعد از ایونت. یعنی بر اساس اون فهرستی که قبل از اینکه اصلا شروع کنید، یه فهرست برای خودتون درست میاد، آقا من چه کارهایی باید بکنم توی روز قبل از ایونت، روزهای قبل از ایونت. یه زمان بندی، یه دونه ایونت کلندر پلنینگ درست میکنید که یک زمانبندی تاریخ رو تو این تعریف کردیم. الان 6 ماه مونده به ایونت، من باید این کارا رو بکنم. 5 ماه مونده به ایونت، باید این کارا رو بکنم. 4 ماه، یعنی اون تو دو لیست، اون لیست کارهایی که باید انجام بشه رو پخش، اول که فهرسته درستش میکنید، بعد این فهرست رو پخشش میکنید توی دوره‌های مختلف زمانی، در تقویم میذاریدش که آقا من در این فاصله های زمانی باید تو این زمان‌های مشخص باید این کارا رو بکنم، یا در فاصله زمانی. بعضی وقتا یه سری از این کارها اینطوریه که باید در تاریخ فلان اتفاق بیفته فقط. بعضی وقتا می‌بینی که مثلا میگم یه دونه پری ایونت طراحی کردین، قبل از ایونت مثلا یه دونه مصاحبه مطبوعاتی گذاشتین، خب اینو گذاشتین تاریخش رو مثلا 2 ماه مونده به ایونت، خب این که دیگه مشخصه 2 ماه به ایونت در تاریخ 17 فروردین ماه گفتین که این اتفاق باید بیفته، پس اون دیگه مثلا چیز نداره، اون دیگه بحثی نداره، در 17 فروردین ماه شما این اتفاق میفته. اما بعضی کارها هست که میگی نه، من به فاصله 1 اسفند تا 25 اسفند من باید این کار یا این کارها رو کرده باشم. پس یه سری کارها هست که شما یک دیوریشن زمانی، یک دوره زمانی براش تعیین میکنید، بعضی کارها مشخصا یک تاریخ مشخصا براش تعیین میکنید و باید در اون تاریخ انجام بشه، که اینا که داریم همش حرف میزنیم بیشتر در مورد پری ایونت، قبل از ایونت. در خود ایونت که روز ایونت، همه چیز بر اساس ایونت در یه روز، در یک ساعت، در دو ساعت، در 5 ساعت یا در یه فاصله زمانی مثلا 3-4-5 اتفاق میفته. بنابراین تمام چیزهایی که برای اونجا تعیین میکنید، تعریف میکنید، تقریبا در یک زمانهای مشخصی در روز ایونت اتفاق میفته. بیشتر این حرفا که داریم میزنیم مال قبل از ایونته. امید میگه نوع ارتباط بین فعالیت ها رو باید مشخص کنیم. اون در اونجایی که حرف چیز میزدیم، حرف تقسیم وظایف میکردیم، دقیقا همین بود. شما زمانی که داری مشخص میکنه این کار در اینجا باید اتفاق بیفته، جلوش هم می‌نویسی که کیا دارن برای این کار میکنن، چه در اعضای تیم خودت. یه دونه جدول داری، اصلا اینجوری بگم بهتره، تو جدول خودت می‌نویسی، من مثلا میگم شما یه تیم 5 نفره هستین، علی از اعضای این تیمه، این علی در تاریخ 17 فروردین که پرس کنفرانس هست، کنفرانس مطبوعاتی هست، وظیفه علیه که تو اونجا باشه از تیم خودت. حالا بغلش همه ساپلایرهایی که مربوط میشن به روز 17 فروردین اونو جداگونه می‌نویسی. پس وظایف تیم خودتو نوشته، بهزاد نوری میگه شرح وظایف یا چارت کاری، شرح وظایفو جداگونه هم تعریف میکنید، اون اصلا جداست. اما این جدول اصلی که تا به جدول نگاه کنید تمام زمان بندی تو میدونی کی به کیه، چی به چیه، تو این جدول اینا که من دارم میگم اونو دارم میگم، اونو باید تعریف کرده باشی. یه فهرست اولیه داشتیم که کارهای اجراییه، بعد این فهرست اولیه رو اومدیم پخشش کردیم توی تقویم، آقا در ماه بهمن این کارا میشه، اسفند این کارا میشه، آذر این کار میشه، دی ماه این کارا میشه. حالا بر جلوی اون تاریخ، مثلا به عنوان یه مثال الان گفتیم 17 فروردین داریم در مورد چی صحبت میکنیم، 17 فروردین در مورد پرس کنفرانس صحبت میکنیم، کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکنیم،
تیترش که نوشتی جلوش تاریخش هم نوشتی 17 فروردین، بعد اومدی گفتی که علی که تو گروه ماست این چارج این قضیه است، مسئول پیگیری این داستانه، اومد دنبال داستانو بگیره، یا مثلا سه نفر دیگه هم اصلا اسم صداشون رو می‌نویسی، بعد می‌نویسی چه ساپلایرای امروز دارن کار می‌کنن، فیلم بردار عکاس بعد امروز داره کار می‌کنه، یه بخش خدمت شما عرض شود که مثلا دکوریشن اومده داره کار می‌کنه، یه بخش گروه اومده داره مثلا یه کیترینگ اومده یه غذایی داره میده، این کسانی که در اموزم هستن رو شما تو اون جدولتون تو اون چارت اصلی که تو این کار ما یه چارتی لازم داریم که تا بهش نگاه میکنیم همه چی رو توش ببینیم، یعنی اتفاقات اونرا رو خیلی ساده ببینیم. مثلا جعفر گودرزی میگه پیاده سازی و اجرای ایونت روی کاغذ، این همینه. حالا البته من اینو تو اکسل پیاده کردم، اینو من خودم شخصا تو اکسل پیاده کردم، به شدت ساده است، اصلا unbelievable این کار، یعنی باور نکردنی، شما کارتون رو ساده کرده برای خودتون، برای خودتون میتونید سادهش بکنید، همین رو کاغذ هم میتونید پیاده کنید، توی دونه وایت بورد بزرگ هم داشته باشید میتونید پیاده کنید. حالا من اینو تو اکسل هم برای خودم آوردم، برای همین همیشه اون اکسل رو به خودم ایمیل میکنم، یه اکسل فایل به خودم ایمیل میکنم، هر وقت گوشیمو برمی‌دارم تو اون میبینم، همه جا میتونم اون هیمون رو آپدیتش که میکنم، هر چی دارم میاد تو همون جدول میذارمش و همین میبینیم. پس ما یکی از چیزهای مهمی که در پری ایونت به خصوص خیلی بیشتر به چشم میاد، یعنی در اتفاقاتی قبل از ایونت اتفاق میفته، این است که جدول زمانی رو تعیین میکنی و در این جدول زمانی وظایف آدمها و وظایف ساپلایرامون رو مشخص میکنیم. خب بچهای مختلف اینجا بر من اسمی رو برای این کار گذاردن، میگم ماتریکس ریسپانسیبیلیتی اند وات تو دو بای هو، یعنی اینکه هر کس چیکار بکنه، مثلا میرا میگه ریسپانسیبیلیتی چارت، یه جورایی مثل دقیقاً ریسپانسیبیلیتی چارت هستن، برآورده هزینه بحث دیگه است. مشتبه ساریخانی میگه برآورده هزینه، برآورده هزینه رو تو این نمیاری، تو این جدول کار نداره، این توی جدول دیگه داری که جدا، این جدول جدول کاریته، ولی تو همین هم میتونه اشاره کنی حالا اینقدر قرار به این پول بدم، ولی برآورده هزینه رو میذاری جدا، بحث مالیش رو میذاری توی جدول دیگه، این جدول جدول اجا